با درود به دوستان خوب و همیشگی کانال یوتیوب دلتا مدیا، ممنون که کانال یوتیوب ما رو همراهی میکنید. اگر عضو کانال ما نیستید، جهت عضویت لطفاً زنگوله ی زیر ویدیو را کلیک یا سابسکرایب کنید. امروز با موضوع بررسی دقیق و کامل شرایط زندگی در کشور آلمان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. لطفاً ویدیو رو تا انتها ببینید و همراه ما باشید. آلمان کجاست؟ آلمان کشوری است در غرب قاره اروپا که همسایگان اون از شمال کشور دانمارک، دریای شمال و دریای بالتیک هستند. از غرب کشور فرانسه و از جنوب کشور سوئیس و کشور اتریش و از شرق کشور لهستان و کشور چک هستند. مساحت کشور آلمان 357,121 کیلومتر مربع است و حدوداً کمی کوچکتر از مجموع مساحت‌های استان کرمان و سیستان و بلوچستان هستش. و اما آب و هوای کشور آلمان. کشور آلمان زمستان‌های سرد و تابستان‌های گرمی داره، اما فصل بهار در این کشور بی اندازه زیباست. اگر میخواهید در بهار و تابستان به آلمان برید، روی قیمت بالای همه چیز حساب کنید و اگر پاییز قصد سفر به این کشور رو دارید، چتر و اگر در زمستان عازم هستید، چوب اسکی خودتون رو فراموش نکنید. شباهت نسبی آب و هوای جنوب آلمان با ایران زندگی در آلمان رو برای ایرانیان دلپذیرتر میکنه. جمعیت آلمان حدود 82 میلیون نفر هستش. حدود 74 میلیون نفر از این جمعیت ملیت آلمانی دارند و مابقی اونها مهاجر هستند. البته تعداد مهاجرانی که اقامت اروپا دارند و به صورت قانونی وارد کشور آلمان شدند زیاد نیست. مردم آلمان چگونند؟ مردم آلمان اصلا نجات پرست نیستند و برخوردشون با غریبه ها و مهاجران خوب هستش، مخصوصا اگر به ظاهر و سر و وضع خودتون برسید. و اما یک نکته کلیدی در کشور آلمان. مردم آلمان مردمی بسیار قدرتمند و قانونمند هستند و این حقیقت درباره اونها وجود داره. اگر با کسی در آلمان قرار میگذارید، باید حواس خودتون رو جمع کنید، مخصوصا اگر قرار کاری دارید. لباس نامرتب یا تأخیر در رسیدن به محل قرار تقریبا اعتماد به شما را از بین خواهد برد. ضمناً اگر با خانومی قرار داشته باشید، اجازه دهید اول او بشینه. هرگز آرنج خودتون رو روی میز قرار ندید، اما بهتره دستاتون روی میز باشه و اگر غذا میل کردید در انتها چنگال و چاقو خود را در کنار هم جفت کنید. دست دادن محکم و با وقار به هنگام شروع دیدار و خداحافظی بسیار مهم هستش. آلمان هفتمین کشور پربازدید دنیا هست. تعداد مناطق گردشگری و توریستی در آلمان بسیار زیاد هستند. تا اونجا که بخش بزرگی از مردم آلمان ترجیح میدن تعطیلات خودشون رو در کشور خود سفری کنن. جاده های زیبا در آلمان مانند جاده رومانتیک، جاده شراب، جاده دش ها هستن. رانندگی بین شهری رو زیبا و زیباتر میکنه، اما شرایط زندگی در آلمان با شرایط گردشگری تفاوت داره. کشور آلمان رو میتوان با این کلمات توصیف کرد: پیاده روی، قلب تجارت اروپا، موسیقی در برلین، کلیساهای جامع با عظمت، قله ها، جنگل های رویایی در غرب، کوههای آلپ در جنوب، شهرها و مکانهای تاریخی زیاد و از همه مهمتر مردم جدی اما مهربان. شرایط اقتصادی در کشور آلمان. اقتصاد آلمان دارای نیروی کار مجربی بوده و موجودی سرمایه در اون بسیار بالا هست. سطح پایین فساد و سطح بالای نوآوری در این کشور باعث شده که آلمان بی اندازه برای سرمایه گذاری و کار مناسب باشه و از مابقی کشورهای اروپایی شرایط بسیار بهتری رو داشته باشه.
این سطح از توانایی اقتصادی باعث شده که تصمیم گیری های مالی بزرگ در اروپا توسط کشور آلمان اتخاذ بشه و شرایط مابقی کشورهای حوزه شنگن نیز وابستگی شدیدی به این کشور داشته باشه. از بین 500 شرکت بزرگ دنیا 37 شرکت در این کشور بوده و از این رو آلمان کشور مهمی در دنیا از لحاظ علم و فناوری محسوب میشه. شرایط کاری در کشور آلمان. اول از همه باید گفت که آلمان شرایط کار بسیار مناسبی داره، اما نه برای همه. لذا زندگی در آلمان برای مهاجران غیر قانونی متفاوت است و برای این دست از مهاجران زندگی در اسپانیا، ایتالیا و دیگر کشورهای جنوبی قاره اروپا به مراتب سخت‌تر هستش. کارفرمایان آلمانی عالی‌ترین مزایا، امنیت شغلی و بیشترین میزان پرداختی حقوق را دارند. اونها ساعت کاری رو تقلیل دادند و روزهای تعطیلات رو به 40 ساعت در سال رسوندند. قبل از هر چیزی باید بدونید که میزان استخدام در قلب آلمان خیلی بیشتر از شرق آلمان هستش، حتی برای افرادی که قصد گرفتن ویزای جستجوی کار آلمان رو دارند. البته برلین و مونیخ از این قاعده مستثنا هستند. همچنین این موضوع رو مد نظر داشته باشید که دانستن زبان انگلیسی برای زندگی و کار در آلمان اصلا کافی نیست. اگر قصد زندگی در آلمان رو دارید، باید یادگیری زبان آلمانی رو از امروز شروع کنید و حداقل به سطح مدرک B1 برسونید. مشاغل مورد نیاز در آلمان کدامند؟ مشاغل مربوط به مکاترونیک، فناوری اتوماسیون، ساختمان‌های الکتریکی. مشاغل مربوط به تکنولوژی ماشین‌های الکتریکی، مهندسی برق، برق صنعتی، نصب و راه‌اندازی خط و الکترونیک. ساخت و ساز ساختمان، بتن، مساله ساختمانی، نظارت، لوله کشی، گرمایش، سنگ تراشی، عایق صنعتی، گرمایش، سرمایش، پنجره و نمای شیشه‌ای، متخصص سقف، دیوار و تکنولوژی آب بندی. توسعه نرم افزار، برنامه نویسی و IT. رانندگان و مهندسان حمل و نقل ریلی. حرفه بهداشت، پرستاری در همه شاخه ها، نگهداری افراد مسن، ارتوپدی، بهداشت و کودکان، روانپزشکی و حسابداری. پیدا کردن کار حقوقی و وکالت در کل اروپا و آمریکا بسیار سخت و دشوار است. حتی عقص ویزای کار آلمان و اقامت آلمان با ثبت شرکت در این زمینه امکان پذیر نیست. پایین ترین نرخ بیکاری در اروپا متعلق به آلمان هستش. با اینکه نرخ بیکاری در آلمان زیر 7% است، ولی همیشه کمبود نیروی کار در آلمان احساس میشه. حتی همکنون نیز با وجود اضافه شدن مهاجران به این کشور در پست‌های مهمتر کمبود نیروی کار وجود داره. البته بیکاری در روستاهای آلمان هنوز هم یکی از مشکلات اساسی برای دولت به شمار میاد. اطلاعات شهرهای آلمان. بهترین شهرهای آلمان برای زندگی ایرانیان کدام است؟ پاسخ این پرسش که بهترین شهر آلمان برای زندگی کدام است ساده نیست. در واقع پاسخ به این پرسش کاملا به شرایط روحی، شغلی و مالی شما بستگی داره. آلمان شهرهای بسیار خوبی برای اقامت داره، اما هامبورگ، فرانکفورت، برلین و دوسلدورف از بهترین مقاصد برای زندگی در آلمان هستند. شهرهایی مانند مونیخ حتی برای افرادی که شرایط مالی مناسبی هم دارند توصیه نمیشه، چون هزینه ها بالا هست و فرصت شغلی در شهر مونیخ در سالهای گذشته وضعیت جالبی نداشته. میپردازیم به شرایط شهرهای مختلف آلمان. هامبورگ دومین شهر بزرگ آلمان با جمعیت 1.5 میلیون نفر هست. این شهر 18 مقصد توریستی دنیا هستش. آب و هوای هامبورگ که روی رود آلبه قرار داره کاملا اقیانوسی هست.
این شهر اونقدر هم سرد نیست و تنها در 3 ماه دسامبر، ژانویه و فوریه درجه هوا حدود 0 درجه سانتیگراد است. اگر زیاد اهل کنسرت، تئاتر، سینما و در مجموع رویدادهای فرهنگی هستید، هامبورگ مرکز این رویدادهاست. حمل و نقل شهری با اتوبوس، قطار و کشتی ساماندهی شده و در کل حمل و نقل عمومی در این شهر ارزان‌تر از خیلی شهرهای مهم آلمان هست. این شهر از لحاظ ورزشی به پایتخت ورزشی کشور آلمان مشهوره و پله مناسبی برای شروع ورزش حرفه‌ای نوجوانان هست. میانگین درآمد در هامبورگ حدود 2156 یورو هستش و میانگین کل هزینه های یک خانواده 4 نفره در این شهر حدود 1500 یورو هستش. طبق آمار رسمی سایت نامبو در سال 2019 هزینه ها حدود 119% گرانتر از تهران هست و در این حال قدرت خرید مردم 151% از مردم تهران بالاتر هستند. هامبورگ 17 دانشگاه داره که 6 دانشگاه اون دولتی هستش. دانشگاه هامبورگ به همراه دانشکده مرکزی پزشکی، دانشگاه هافن سیتی، دانشگاه موسیقی و تئاتر، دانشگاه ایفندورف، دانشگاه علوم کاربردی هامبورگ و دانشگاه فناوری هامبورگ همگی از دانشگاه‌های مهم به هامبورگ هستند. برلین پرجمعیت‌ترین شهر آلمان با جمعیت حدود 3.5 میلیون نفر. 60% مردم برلین هیچ دینی ندارند. نمای شهر برلین هنری و دارای زوایای مدرنیته است. به علت قرار گرفتن برلین در ناحیه‌ای به نام دشت اروپا، این شهر آب و هوای معتدل داره و حدود 40% مساحت برلین رو جنگل و رودخونه، پارک و دریاچه تشکیل میده. این شهر علی‌رغم داشتن میانگین رطوبت 84%، دارای بارش برف نه چندان زیاد و تنها در ماه‌های دسامبر تا مارس هستش. برلین شهر فناوری آلمانی هاست. برلین شهری با فرهنگ متمدن، سیاست خاص و دارای انبوهی از رسانه هستش. اقتصاد برلین بر مبنای علم نهادینه شده و شرکت‌های فناوری پیشرفته و بخش خدمات در اون گستره وسیعی داره. صنایع پژوهشی، شرکت‌های رسانه‌ای، فناوری و اطلاعات، داروسازی، مهندسی پزشکی، تکنولوژی الکترونیک در این شهر به وفور دیده میشه. این شهر 4 دانشگاه دولتی و بیش از 30 دانشگاه خصوصی و فنی داره که طیف وسیعی از رشته ها رو ارائه میده. میانگین درآمد برلین حدود 2000 خورده یورو بوده و میانگین کل هزینه های یک خانواده 4 نفره در این شهر حدود 1400 یورو هستش. طبق آمار رسمی سایت نامبئو در سال 2019 هزینه ها حدود 103% گرانتر از تهران هستند و در این حال قدرت خرید مردم 154% از مردم تهران بالاتر هستش. فرانکفورت نیویورک آلمانی ها تجارت و هنر دو کلمه هستند که می توان فرانکفورت را توصیف کرد. از نمایشگاه های هفتگی فرانکفورت که زبان زده همه دنیا هست تا بورس اوراق بهادار، این شهر را به نیویورک اروپا تبدیل کرده. اما در نظر داشته باشید که میزان مهاجران انقدر در این شهر بالا هستند که پس از بیرون اومدن از ایستگاه راه آهن باید به چند متکدی کمک کنید تا اجازه بدن نفس راحتی بکشید. در همین محله تعداد کارتون خواب‌هایی رو می‌بینید که شما رو شگفت زده می‌کنند. آب و هوای فرانکفورت اقلیمی است و درجه دمای اون به صورت میانگین 10 درجه سانتیگراد است. فرانکفورت شهری بسیار تجاری و مناسب برای بیزینس است. در فرانکفورت باید لباس خوب بپوشید و خیلی محترمانه رفتار کنید تا جامعه آلمان شما رو از پناهجویان جدا کنه. این نکته بسیار مهمی برای زندگی در آلمان و مخصوصا شهری مانند فرانکفورت هستش. میانگین درآمد در فرانکفورت حدود 2782 یورو هستش و
میانگین کل هزینه یک خانواده چهار نفره در این شهر حدود 1600 یورو هستش. طبق آمار رسمی سایت نامبه او در سال 2019 هزینه حدود 115% گرونتر از تهران هستند و در این حال قدرت خرید مردم 224% از مردم تهران بالاتر هستند. دوسلدورف ششمین شهر مناسب برای زندگی در جهان است. دوسلدورف یک مرکز تجارت بین‌المللی بزرگ در دنیا و هفتمین شهر پرجمعیت آلمانه. این شهر مرکز شرکت‌های داکس، فورتون و یک پنجم از نمایشگاه‌های برتر دنیا را پوشش می‌دهد. دوسلدورف یک منطقه آبرفتی بوده و روی شن و ماسه و گل ساخته شده. تابستون‌های این شهر گرم و در زمستون بارش برف در اون کم هستش. سالانه در ماه‌های فوریه و مارس و در رودخانه مین در آنجا کارناوال‌های رنیش برگزار می‌شود. میانگین درآمد در دوسلدورف حدود 2377 یورو هستش و میانگین کل هزینه های یک خانواده چهار نفره در این شهر حدود 1650 یورو می باشد. طبق آمار رسمی سایت نامبه او در سال 2019 هزینه ها حدود 117% گرانتر از تهران هستند و در این حال قدرت خرید مردم 178% از مردم تهران بالاتر هستش. به طور کلی این چهار شهری که راجبش با شما صحبت کردیم از لحاظ آب و هوا، تجارت، موقعیت کاری، درآمد و تعداد حضور ایرانیان در اونها میتونه بهترین شهرهای مقصد برای ایرانیان در آلمان باشه. و ما میپردازیم به شرایط و وضعیت بهداشت در کشور آلمان. نظام بهداشت و درمان آلمان بر پایه بیمه بنا شده و بیماران از خدماتی مانند درمانهای کلینیکی، زایمان، درمان سرپایی، دندانپزشکی، توانبخشی در قالب بیمه استفاده می کنند. بیماران مبلغ کمی از هزینه ها رو برای درمان خود پرداخت می کنند. البته برای کودکان، سالمندان و افراد کم توان این مقدار صفر هستش. نظام سلامت آلمان بودجه مورد نیاز خودش رو از حق بیمه های دولتی، خصوصی و مالیات های پرداختی شهروندان تأمین می کنه. 90% مردم آلمان تحت پوشش بیمه هستند و کارمندان با سطح درآمد بالا و یا کارفرمایان قادر به انتخاب بیمه خصوصی برای خودشون هستن. اما اگر بیمه دولتی رو انتخاب کنید باید 15% از حقوق خود رو به صندوق بیمه بپردازید. و اما میپردازیم به معایب و مشکلات زندگی در آلمان. یکی از اونها یادگیری زبان آلمانی هستش که به زمان نیاز داره. برای یادگیری زبان آلمانی به حداقل 1.5 سال زمان نیاز دارید. در نظر داشته باشید که این باور کاملا غلطه که اگر تو محیط قرار بگیرید میتونید در زمان کوتاهی زبانتون رو تقویت کنید و در واقع زبان آلمانی رو بهش تسلط داشته باشید. اصلا اینطوری نیست. ضمناً اگر میخواهید در کشور آلمان به کلاس زبان آلمانی برید باید بدونید که هر ترم این کلاس ها بین 1000 تا 2000 یورو هزینه داره براتون. کلاس زبان رایگانی در کار نیست به هیچ عنوان، مگر برای پناهندگان و اون هم نه در مراحل اول پناهندگی در آلمان. حداقل سطح مورد نیاز برای کار در آلمان و پذیرفته شدن شما در شرکت‌های آلمانی داشتن مدرک B1 هستش و اگر قصد تحصیل در آلمان رو دارید باید حداقل مدرک B2 زبان آلمانی رو داشته باشید. سطح زبان پایین فرصت‌های شغلی رو برای شما نزدیک به صفر می‌کنه. در کشور آلمان خصوصا اوایل زندگی باید 2 برابر کار بکنید. پرداخت مالیات بر درآمد در آلمان بسیار سنگینه.
علاوه 15% از درآمد شما برای بیمه کم میشه. یکی از مشکلات زندگی در آلمان اینه که اگر کاری با سطح پایین و متوسط دارید باید دو شیفت کار کنید. این قانون تقریبا برای همه مهاجران صادقه. ولی اگر شغل مناسبی داشته باشید شاید 3 روز کار کردن در هفته هم پاسخگوی زندگی شما و خانوادتون بشه. خبر خوب اینه که اگرچه بخشی از درآمد شما برای مالیات و بیمه کم میشه و این شرایط زندگی در آلمان رو کمی دشوار میکنه، اما داشتن این بیمه خیال شما و خانوادتون رو از هر خرجی برای درمان راحت میکنه. ضمناً سیستم مالیاتی پس از مدتی به شما وام‌های بلند مدت بابت خرید ملک و ماشین با سود تقریباً 1% میده. یکی از مشکلات زندگی در آلمان اجاره خونه بالاست. اجاره خونه در هامبورگ به شدت بالا هستش و گاهن تا 900 یورو در ماه برای یک آپارتمان 50 متری میرسه. اگر میخواهید در شهری بزرگ اما با هزینه کمتری زندگی کنید سراغ برلین برید. ضمناً در نظر داشته باشید حتی اگر خونه خودتون رو مبل اجاره کنید، خرید وسایل خونه در آلمان مانند لباسشویی و وسایل آشپزخونه به عهده شما هستش. اگر صاحب خونه از شما خواست اجاره 3 ماه را جلوتر بپردازید، این درخواست رو به عنوان یک عرف در آلمان در نظر بگیرید. داروهای مورد نیاز خودتون رو از ایران بخرید و به آلمان ببرید. بدون شک خرید 1 قرص سرماخوردگی در آلمان برای شما هزینه حداقل 5 برابر نسبت به ایران رو خواهد داشت. و البته این جزء معایب زندگی در آلمان به حساب نمیاد، چون درآمد شما در آلمان به صورت میانگین 7 برابر ایران هستش. اما بهتر داروهای خودتون رو از ایران تهیه کنید تا هزینه کمتری بپردازید. ضمناً برخی از داروها در اونجا به اسامی دیگری به فروش میرن. حتما قبل از حرکت به آلمان لیست داروهای ممنوعه رو به آلمان رو بخونید تا گیر پلیس فرودگاه در آلمان نیفتید. دوستان خوب، ممنون که ما رو با این ویدیو همراهی کردید. اگر عضو کانال ما نیستید جهت عضویت زنگوله زیر ویدیو رو کلیک یا سابسکرایب کنید تا در خدمت شما با ویدیوهای مهاجرتی بعدیمون باشیم. با تشکر از همراهی شما عزیزان.